مخالفان مسلح دولت در فرا با وجود داشتن حمایت کشورهای ایران و پاکستان از سوی کشورهای دست سوم نیز پشتیبانی می شوند. فرمانده پلیس فرا با ابراز این مطلب می گوید به طالبان مسلح به طور روزانه سلاح‌های مدرن و پیشرفته ارسال می شود. به گفته فرمانده پلیس این ولایت، طالبان مسلح از سوی گروه‌های قاچاقبر مواد مخدر و مافیای کشور نیز حمایت می‌شوند. این گزارش را همکارم خوشحال زلان از ولایت فرا فرستاده است. مقام های امنیتی فرا از افزایش کشورهای حمایت کننده طالبان مسلح در منطقه ابراز نگرانی می کنند. فضل احمد شهرزاد فرمانده پلیس فرا می گوید حالا با وجود حمایت کشورهای پاکستان و ایران از مخالفین مسلح دولت در فرا، کشورهای دست سوم نیز با طالبان مسلح کمک های تسلیحاتی و پولی می کنند. به گفته وی کشورهای دست سوم نیز از طریق ایران و پاکستان به طور روزمره به گروه های طالبان مسلح تسلیحات مدرن جنگی و مالی را ارسال می کنند. مخالفین رو از سر هم خارجی ملک کنند، هم همسایه ملک کنند. بی دریغ کمک کنند از طرف سر کنند. دیر دشپی دلی دونو دوربینون رو ورطا اخلی، اسری وصلی ورطا اخلی. پیسی ورته ورکوي دا د خارجي ملکونو لاس پکښې دی. یو خبره استخباراتونه همسایه ملکونه بې له شکه ایران، پاکستان او د ایران سره د پاکستان سره نور ملکونه د دریم لاس باندې کومکونه. به گفته این مسئولان امنیتی، گروه های قاچاقبران مواد مخدر و مافیا نیز ادامه ناامنی ها را به نفع شخصیشان دانسته و به طور قاطع از گروه های مخالفین مسلح دولت حمایت می کنند. قاچاقبران چی پر فرا ولایت که موقعیت داری در بلیفیل در طالبان سر شریک دی حق مافیایی کلی چی در فرا ولایت که گتی پر خطر که بی در نظام فرزد بندیم جنگیش نظام فرزد بندیم هم دریج در صور داسې لاس پوڅ خپل دې وطن ته راولي چې بیا د دوی امر د هغه لپاره اطاعت. اما سفارتخانه های ایران و پاکستان در افغانستان امواره حمایت دولت هایشان را از مخالفین مسلح دولت رد کردند. در این حال فعالین مدنی فرا نیز نگران گسترش جنگ و ناامنی ها اند. من په چاودمه که دولت د وسوال مخالفین لخوا د دوی د کورونو څخه د سنګر په ډول استفاده او یا هم د دولت لخوا د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی د کورونو ویجاړول، د دوی ځورول، د دوی شکنجه کول دا هغه څه دی چې نه په شریعت کې شته، نه په افغانیت کې شته، نه په قانون کې شته او هیڅ ډول توجیه نه. این در حال است که طالبان مسلح با دست یافتن به سلاح‌های مدرن دوبار شهر فرا را مورد عملات گسترده قرار دادند که چند ماه قبل طالبان مسلح وارد شهر فرا شدند و بیشترین ساحات این شهر را سقوط دادند.